اعتماد به نفس، ایمان به نیروی توده های مردم کردستان، برابری حقوق زنان و مردان، برابری حقوق خلقها و احترام متقابل. دوستان و اعتقاد به اتحاد خلقهای ایران بر اساس دوستی متقابل، احترام متقابل و پیوند زدن جنبش مردم به مردم، به اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون مترقی و دموکرات ایران و نیز از نظر سیاسی و دیپلماسی و در سطح بین المللی به جنبش های دموکرات و مترقی و آزادی خواه. از آن جمله از ویژگی های دکتر قاسم‌رو و جانشین شایسته اش دکتر شرف شرفکندی، یا آن گونه که در کردستان از وی نام برده می شد دکتر سعید یا قاق سعید. از حضور همگان، از سازمان ها و افراد سپاسگزاریم و یک بار دیگر با جان پاک این شهدا پیمان تازه می کنیم که تا تحقق آرمان های والای آنها که آزادی و دموکراسی و تأمین حقوق خلقهای ایران در ایران باشد به مبارزه ادامه بدهیم و رهروان شایسته ای برای این شهیدان باشیم. تشکر می کنم از شخصیت ها، از سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، از یکیتی نشتمانی اتحادیه میهنی کردستان عراق، از انستیتوی کرد، از کامران شخصیت کرد و وکیل دادگستری، از جویس بروم استاد تاریخ و ادبیات و زبان کردی که به نمایندگی از انستیتوی کرد در اینجا حضور داره، و به ویژه از حضور سینم خان بدرخانی افتخار میکنم که در اینجا تشریف دارن. خانم بدرخانی از خانواده بدرخانی های مشهوره که در قرن 19 به مبارزه بر علیه ستم و استبداد امپراتوری عثمانی ادامه دادن. به ویژه خانواده بدرخانی در اشاعه فرهنگ و زبان کردی خدمات بزرگی کردند. پدرش جلادت بدرخان، عموهاش سریا بدرخان، کامران بدرخان، اینها بودند که اولین روزنامه کردستان رو در 1898 در قاهره راه انداختند و خدمات بزرگی به زبان کردی کردند. الفبای لاتینی کردی در واقع نتیجه زحمات اینهاست. یاد شهدا گرامی باد و با تشکر فراوان از حضورتان.